بسم الله الرحمن الرحیم. 36 جلسه درس نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر، توسط استاد فاضل، 10/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره عهدنامه به اینجا رسید که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه پس از آنی که درباره قضات و متصدین مسئله قضا یک خصوصیات و ویژگی‌های مهمی را بیان کردند و مالک را متوجه اعتبار اون خصوصیات در باره قاضی فرمودند و فرمودند که قاضی واجد این شرایط بسیار کم پیدا می شود و اینها یک افراد بسیار قلیلی هستند در جامعه در دنبال و در خاتمه این قسمت از بحث امیرالمؤمنین مطلبی رو می‌فرمایند که البته تناسب این مطلب با مسئله قضا خیلی روشنه. عرض کردیم که مسئله قضا در اسلام چقدر اهمیت داره و اسلام برای او چه حسابی باز کرده، تا به جایی که در یک روایت صحیحی که خود شما در مکاسب مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف به نام صحیحه ابی ولاد که در جریان اون قضا و قضاوت ابو حنیفه وارد شده، با اینکه موضوع قضا در اون روایت یک مسئله‌ای بوده که به نظر ما جزئی میرسد، یک مقدار مسئله مالی و کم و زیادی در امور مالی بوده، نه مسئله جان مطرح بوده است، نه مسئله ارث مطرح بوده، نه مسائل مهم دیگر. یک مسئله مالی فرض کنید مردد بین عرض می شود 100 تومان و 500 تومان از باب مثال. اینجا امام به قدری از حکم ابو حنیفه در این رابطه ناراحت می شوند، تعبیری در این رابطه دارند که می‌فرمایند لمثل هذا القضا
تحبس السماء ما اها والارض برکاتها. این نوع قضاوت هاست که نه تنها غیر مشروعه، نه تنها با ضوابط اسلامی تطبیق نمی کند، بلکه یک آثار وضعیه‌ای به دنبال داره و اون این است که مانع از این می شود که آسمان باران رحمتش رو بر بندگان فرو ببارد، مانع از این می شود که زمین برکاتش رو در اختیار مردم بگذارد. با اینکه یک حکمی بوده در رابطه با یک مسئله مالی، اونم مسئله مالی ضعیف، نه مالی بسیار با اهمیت. از اینجا ما اهمیت قضا رو در اسلام خوب میتونیم به دست بیاوریم، مثل اینکه مسئله قضا با تکوینیات سر و کار داره. اگر خونی به ناحق ریخته بشود، اگر ارزی بی جهت هتک بشود، اگر مالی روی غیر ضابطه در اختیار غیر صاحبش قرار بگیره، اینها تنها مخالفت با شرع درش مطرح نیست، بلکه در تکوینیات نقش داره. یعنی کأنه خداوند غضب میکنه، خداوند فیضش رو از این مردم تقلیل میدهد. بالاخره در رابطه با قضاست که امیرالمومنین بعد از آنی که اون ویژگی هایی که ملاحظه فرمودید بیان میفرماید، به عنوان تأکید اینطور می فرماید فنظر فی ذالک نظرا بلیغا فان هذا الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار یعمل فیه بالهوا و تطلب به دنیا. یعنی در حقیقت می‌فرماید مالک، این خصوصیاتی رو که من در باره قاضی ذکر کردم، اینها رو یه مسئله معمولی و عادی فرض نکنی، در رابطه با اینها باید اعمال دقت کنی، اونم دقت کافی، دقت به تمام معنا. افرادی رو که واجد این شرایطند با پیگیری و دقت کامل، اونها رو اختیار بکن برای قضاوت و برای تصدی این امر مهم. اون وقت یک علتی هم خود امیرالمومنین بیان می‌فرماید علت این که من میگم در این رابطه خیلی دقت به خرج بده و نظر بلیغ رو رعایت کن و اعمال کن، این است که ما، یعنی شمای مالک، در یک شرایطی قرار گرفتی و مسبوق به یک جریانی هستی و اون جریان این است که این دین اسلام قبل از تو، حالا یا در خصوص کشور مصر و یا در تمام نقاط
حکومت اسلامی. این دین به صورت یک اسیر در دست اشرار از این طرف به آن طرف می شد، اسارت داشت در دست اینها. یعنی همونطوری که یک اسیر هیچ گونه از خود اراده ای نداره، یک اسیر هیچ گونه حاکمیتی نمیتواند داشته باشه، هیچ گونه نقشی نمیتواند داشته باشه. اسیر کلمیت بین یده القصال، مثل مرده بین دو دست غسل دهنده است. به هر طرفی بخواهد او را متحول میکنه، گاهی به طرف یمین میچرخاند، گاهی به طرف یسار میچرخاند، چون از خود اراده ای نداره، استقلالی نداره. این دین در دست اشرار گذشته عنوان اسیر و اسارت درش بود، یعنی درست نقطه مقابل هدفی که دین داشت. دین مهمترین هدفی که دارد او حاکمیت بر جامعه است، حاکمیت بر توده مردمه، حاکمیت بر دستگاه حاکم است. دین اگر حاکمیت نداشته باشه چه نقشی میتواند داشته باشد؟ این میشه مثل قرآنی که در زمان رژیم ما ملاحظه کردیم، مثل دینی که در زمان رژیم ما ملاحظه می کردیم. هر روز یک مطلبی رو که رژیم ارائه می کرد اسناد به دین هم می داد، می گفت ما روح اسلام رو باش آشنا هستیم، ما عمق قانون قرآن رو باش آشنا هستیم. اون چرا که می گفت او را بر دین تحمیل می کرد و اون چه می خواست بر دین تحمیل می کرد. امیرالمومنین می فرماید دین در قبل از تو یک همچه وضعی را داشت. اولا دین هیچگاه به عنوان طریقیت نباید مطرح باشه. دین موضوعیت داره، همه مسائل برای دین طریقیت داره. دین معنا نداره طریقیت برای چیزی داشته باشد. ما میبینیم بزرگان اسلام برای تحفظ دین و برای تداوم اسلام و برای حفظ اساس قرآن حتی از جان خودشون گذشتند، از جان فرزندان و یارانشون گذشتند. خب دینی که این مقدار اهمیت داره که حتی امام معصوم برای حفظ این دین باید به شهادت برسه، حالا این دین رو اگر کسی براش طریقیت قائل شد، دین رو در دست گرفت و از راه دین خواست متامع دنیوی و اغراض مادی خودش رو تأمین بکند، اینجا آیا دین حاکم بر انسانه یا انسان حاکم بر دینه؟ انسان دین رو به صورت یک وسیله برای رسیدن به شهوات قرار داده. اینجاست که دیگه تأویل و تفسیر دین هم در اختیار
انسان قرار میگیره، هر چه میخواهد، هر چه اراده میکند، هر چه هدف او قرار میگیره، این بر دین تحمیل میشود و وای بر جامعه ای که در رابطه با دین یک همچین نقشی پیدا بکنند. عرض کردم این درست نقطه مقابل هدفی است که دین داره. دین برای نظم جامعه آمده، برای تکامل جامعه آمده، برای تزکیه و تربیت جامعه آمده و اصولی که در این رابطه مطرح میشه، این حتما باید عنوان حاکمیت داشته باشه، عنوان سلطه داشته باشه تا بتواند به نقش و هدف خود برسه. پس امیرالمومنین میفرماید یک خصوصیتی که در این رابطه مطرحه و موجب این شده که من در باره قضات از نظر اعمال دقت و رعایت این خصوصیات و ویژگی ها کاملا تأکید و سفارش می کنم، این روزگار سیاهی است که در دوران قبل بر دین واقع شد و دینی که به عنوان حاکم می باید در جامعه مطرح باشه، به عنوان یک اسیر مطرح شد و قانونی که به عنوان موضوعیت باید در جامعه حکم فرما باشه، به عنوان طریقیت برای اقراض و متامع و شهوات واقع شد. در حقیقت حالا لازمه بیشتر عنایت بشه، حالا لازمه که بیشتر اهتمام به مسائل دینی داده بشود. این نکته خوب با زمان ما تطبیق میکنه. ما اگر حکومت اسلامیمون مسبوق به رژیم طاغوت نبود، این مقدار مسئولیت نمی داشتیم. این مسبوقیت به رژیم طاغوت مسئله رو مواجهه با اشکال کرده و مسئولیت ها رو کاملا سنگین کرده و وظایف رو شدید کرده. ما دیده ایم که با دین چه معامله می شد، ملاحظه کرده ایم که دین در رابطه با رژیم چه محکومیتی داشت. تمام مسائل ضد دین رو مطرح می کردند و در عین حال می گفتن ما مسلمانیم و خودشون رو از روحانیت هم بالاتر می دونستن. می گفتن اینا به ظواهر دین آشنا هستند، اینا قشری هستند، ظاهر بینند، اما ما ایم که به روح دین آشنا هستیم، ما ایم که به حقیقت دین واقف هستیم. البته اگر مدتی بر اون رژیم می گذشت، دیگه همین مقدارم در باره روحانیین قضاوت نمی کردن، می گفتن اینا اصلا با ظواهر دینم آشنایی ندارن، چون اونها قدم به قدم پیش می آمدن و مرحله به مرحله اقراض ضد دینی خودشون رو پیاده می کردن. اجمالا از این بیان امیرالمومنین که در مقام تعلیل واقع شده و شما میدونید که چیزی که به عنوان علت و دلیل قرار گرفت، این اساس کاره،
این رو باید روش تکیه کرد. این رو نمیشه انسان سرسری از او بگذره. اون وقت به ملاحظه این تعلیل امیرالمومنین وظیفه ما هم سنگین میشه. باید در مسائل با دقت کامل وارد بشیم، مسائل رو با نظر بلیغ بررسی کنیم و این جامعه را ما باید در این باره آشنا کنیم. من گاهی می گفتم که این مردم ما، این جامعه ما، من نمی دونم سرش چیه که در مسائل مادی اینقدر اعمال دقت می کنند، اما در مسائل مذهبی هیچ گونه دقتی ندارند. اینا اگر بخوان یک پارچه برای کت و شلوار خودشون تهیه بکنن، میبینی 100 جا میرن قیمت میکنن، 100 جا تحقیق میکنن فلان پارچه از کدام کارخانه است، قیمت عادلش چه مقداره، دوامش تا چه اندازه است. اما وقتی به مسائل مذهبی میرسند، همینطور سر تا پا در اختیار بدون هیچ گونه دقت، و همین معنا سبب شد که مذاهب باطله در جوامع اسلامی رشد پیدا کرد و برا خودشون حساب باز کرد. اگر فلان روحانی منحرف مطلبی رو میگوید، جامعه بره تحقیق بکنه که این کیه و چیه، این شرح حالش چیه، این بیوگرافیش چیه، با چه افرادی ارتباط داشته، چه هدفهایی رو تعقیب می کرده، چه مسائلی رو دنبال می کرده، نقطه ضعفش چیه و با چه افرادی سر و کار داره، اینا باید مورد دقت واقع بشه. ولی متاسفانه با اینکه جامعه ما جامعه اسلامیه، انقلابیه، در این راه هم حد اکثر فعالیت داشته، ولی هنوز در مسائل مربوط به دین هیچ گونه اعمال دقتی نمی کنه. با هر معممی برخورد بکنن، آنچه بگوید می پذیرن، پشت سر هر معممی نماز می خوانن، تشخیص هر معممی رو حجت می دانن، گفتار هر معممی رو بهش ترتیب اثر می دهن. مسئله اینطور نیست. مسائل دین از لحاظ اعمال دقت اصلا قابل با مسائل مقایسه با مسائل دنیوی نیست. به هر حال این جمله رو امیرالمومنین در ذیل همون شرایطی که برای قضات بیان کردن به این صورتی که عرض کردیم بیان می کنند. می‌فرمایند حالا که این شرایط رو ملاحظه کردی، فنظر فی ذلک، دقت کن، اعمال نظر کن در این خصوصیات قضات، نظرن بلیقا، یک دقتی که تو رو به واقع برسونه، دقتی که عنوان بلیغ یعنی رساننده به واقع باشه، یعنی دیگه هیچ گونه نقطه ابهام و نقطه تردیدی برای تو نباشه. چرا این خصوصیات رو باید انقدر درش دقت کرد؟ به صورت تعلیل امیرالمومنین بیان میکنه، میفرماید برای اینکه فإن هذا الدين مصائبی داشته
گرفتاری هایی داشته و این مصائب و گرفتاری ها سبب شده که حالا مسئولیت سنگینه. فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيد الأشرار، در دست افراد شر و سود پرست و عرض می شود دنیا پرست، دین حالت محکومیت داشته. یعمل فیه بالهوا، در باره دین طبق هوای نفس عمل می شده، یعنی دین رو با خواهش ها تطبیق می کردند، مسائل خودشون رو تحمیل به دین می کردند و به گردن دین می گذاشتند. و تطلب به دنیا، یعنی دین دیگه موضوعیت نداشت، دین فقط برای اینها طریقیت داشت که خودشون رو زمامدار مسلمین معرفی کنند و به اغراض دنیوی و شهواتشون برسند. پس دین عنوان عالیت و طریقیت داشته از نظر اونها. اون وقت این حالت سابقه‌ای که برای دین بوده حالا مسئولیت رو سنگین میکنه، که عرض کردیم این کاملا منطبق بر زمان ما و سابقه ایست که دین ما در زمان رژیم داشته. تا اینجا روی ترتیب بحث اگر نظرتون باشه، امیرالمومنین بعد از آنی که طبقات مردم رو به 7 طبقه تقسیم کرد، بعد در مقام بیان خصوصیات و شرایط اون طبقات برآمد. تا اینجا 2 طبقه از اون طبقات 7 گانه رو امیرالمومنین خصوصیاتشون رو بیان کرد. یکی مسئله جنود الله و فرماندهان و رؤسای اونها بود که خصوصیاتش رو امیرالمومنین کاملا بیان کردن. دومم مسئله قضات بود که از اون سمختر للحکم بین الناس شرایط قضات رو بیان کردن. پس این 2 طبقه خصوصیاتشون از نظر بیان امیرالمومنین تمام شد. حالا یک طبقه دیگری بود از اون طبقات 7 گانه به نام عمال، که عمال عبارت از افرادی بودند که متصدی پیاده کردن و جمع کردن و ضبط کردن عرض می شود امور مالیه حکومت اسلامی بودند. مالیات ها، خراج ها، مقاسمه ها، جزیه هایی را که ذمی ها باید بپردازند، اینها مسئول جمع آوری و نگهداری این جهات مالی حکومت اسلامی بودند. یعنی در حقیقت مثل وزارت دارایی در زمان ما. حالا خصوصیاتی رو درباره اینها امیرالمومنین می‌فرماید. می‌فرماید سمنظر فی امور عمالک، در رابطه با عمالم باید دقت کامل داشته باشی، به چه صورت و به چه کیفیت. اولین جمله‌ای که امیرالمومنین می‌فرماید، می‌فرماید فاستعملهم اختباراً، یا در بعضی از نسخ نهج البلاغه است فاستعملهم
اختیارن، اگر فاستعملهم اختیارن باشه، معنای اختیار اینه. شما میگید انسان وقتی یه چیزی رو میخواد اختیار بکنه، وقتی یه چیزی رو میخواد اراده کنه، اراده یک مبادی و مراحل مقدماتی داره که یکی از اون مراحل مقدماتی اراده چیه؟ تصدیق به فائده این شیء مراده. اگر این شیء رو که انسان میخواد اراده کنه هیچ فایده ای برش مترتب نمیشه، هیچ اثری برش ترتب نداره. اینجا معنا نداره که اراده انسان به انجام او متعلق بشه. این اگر عبارت این باشه فاستعملهم اختیارن، یعنی با توجه به مقدمات اراده، با توجه به این که این کسی رو که به عنوان عامل میخوای اختیار بکنی، ببینی اثر وجودی داره. تو پیدا میکنه نفعی به حال جامعه اسلامی داره. اگر اینها رو دیدی درش وجود داره، اینا بیا ازشون استفاده بکن، فاستعملهم، به کار بگیر اینها رو و اینها رو در رابطه با این مطلب ازشون استفاده کن. این در صورتی که فاستعملهم اختیارن باشه. اما اگر فاستعملهم اختبارن باشه، اختبار به معنای امتحانه، به معنای آزمایشه، اینها رو با آزمایش استعمال کن. باز اینجا دو تا احتمال در معناش جریان داره. یک معنایی که شاید ابتداعاً به ذهن شما هم میرسه و اون اینه که اینها رو وقتی میخوایی به کار بگیری کأنه به یک صورت موقت، یک مدتی آزمایشی اینها رو مأمور کار قرار بده، بعد ببین نتیجه آزمایش چیه. اگر نتیجه آزمایش مثبت بود به کار اینها ادامه بده، اما اگر نتیجه آزمایششون مثبت نبود، خب اینها رو دیگه به کارشون ادامه نده. که لازمه این احتمال این است که اختبار در ضمن استعمال باشه و در حالت استعمال اختبار تحقق پیدا بکنه. این یک احتمال. اما یه احتمال دیگری که مرحوم شارح ابن میثم بهرانی که بسیار شارح خوبی است بر نهج البلاغه و شاید دقیق ترین شرح بر نهج البلاغه همین شرح ابن میثم بهرانی است که در حدود 5 جلده و بسیارم دقیقه. ایشون تو ذهنشون اینجوری آمده که فاستعملهم اختبارن، معناش اینه، یعنی اونایی که قبلن امتحان خودشونو دادند
و اهل تجربه هستند و اهلیت خودشون رو قبلن در جامعه به ثبوت رسوندند و ثابت کردند که از عهده این مسئولیت برمیان، شما حالا اینا رو استخدام کن، حالا از اینها استفاده بکن، که معنای اختبار در حقیقت اونهاییست که تجربه قبلن اندوختند و امتحان خودشون رو مثلا به جامعه دادن، حالا که شما میخوای استخدام بکنی از اینها استفاده بکن. این احتمال هم ایشون ذکر میفرمایند و بدون اینکه اون احتمال اول ما رو ایشون بیان بکنن، خودشون همین معنا در ذهنشونه. بالاخره این دوتا احتمال و به زمینه اختیار سه تا احتمال در این جمله جریان داره که ملاحظه فرمودید. پس اینطور شد: سمنظر فی امور مالک فاستعملهم اختبارن یا فاستعملهم اختیارن ولا تولهم محاباتن و اثرتن فانهما جماع من شعب الجور والخیانه. یک حکم نهیی امیرالمومنین بیان میکنند که این رو عرض میکنیم و این بحث رو تا اینجا خاتمه میدهیم. میفرماید ولا تولهم، اینها رو مسئول به این صورتی که میخواهیم بگوییم قرار نده، ولایت رو در اختیار اینها مگذار، مسئولیت رو به این کیفیت به اینها واگذار مکن. او دو تا کیفیته، یکی به صورت محابات. محابات به معنای معاتات، از عطیه به معنای بخششه. در فقه هم یه جایی دارید که به نام بیع محاباتی ازش تعبیر میشه. بیع محاباتی این است که انسان یه خونه ای رو که 100,000 تومن میارزه مثلا به 100 تا دونه تومنی بفروشه، خانه 100,000 تومنی رو به 100 تومن بفروشه. این رو بهش میگن بیع محاباتی، یعنی بیعی که در حقیقتش بیع نیست به اون معنا. این یک نوع عطیه و بخششی در این بیع مطرحه. میفرماید ولا توله محاباتن، یعنی مقام رو که میخوای بدی به این عنوان نباشه که میخوای این شخص متصدی مقام رو یک بخششی به او بکنی و یک عطایی در مورد او روا بداری. مسئله اینطور نیست. همونطوری که امام بزرگوار در بحث روز مبعثشون هم اشاره فرمودن، مقام ها در حکومت اسلامی یعنی مسئولیت ها. اصلا کلمه مقام ما نباید در حکومت اسلامی مطرح کنیم، کلمه موقعیت و منزلت ما نباید مطرح بکنیم. اون چه در حکومت اسلامی مطرحه مسئولیت مطرحه، منتها مسئولیت ها انواع مختلف داره، شؤون مختلف درش هست. امیرالمومنین ظاهراً به این عبارت می‌فرمایند خیال نکنی حالا تو که والی مصر شدی به نام مالک اشتر، شدی حالا یک حاتم طائی،
همونطوری که حاتم طائی اموالش در اختیار خودشه و هر که دلش میخواد میبخشه و هر که میخواد عطیه میکنه، مقام ها رو حاتم بخشی بکنی. جامعه اسلامی و حکومت اسلامی این مسائل درش نیست. مسئله عطا و بخشش و عنایت و امثال ذلک در اینجا نیست. عنوان دومم می‌فرماید و اثرتن الف و سه سنقطه. اثر به معنای اختیار، منتها یه اختیار خاصی در اینجا مطرحه. اون اختیار خاص معناش عرض می شود خودمحوری و استبداد به رأی. بیای بگی که من می خوام زید رو انتخاب بکنم برای عنوان عاملی، رأی خودت رو براش اصالت قائل بشی، استبداد به رأی خودت داشته باشی، یعنی بدون اینکه مصالح جامعه در نظر گرفته بشه، بدون اینکه مصالح اسلام در نظر گرفته بشه، بدون اینکه مصالح حکومت اسلامی و نظام اسلامی در نظر گرفته بشه، بیای استبداد به رأی و استقلال به رأی در این باب داشته باشی، نکن این کار را. چرا؟ برای اینکه این دو حالت، یکی حالت محابات و حاتم بخشی و یکی حالت استبداد و استقلال به رأی، ایشون می‌فرماید که این دو حالت یک مجموعه است از فروع جور و خیانت. یعنی اینا دنباله‌های جور و خیانته. کسی اگر بخواد عدالت رو رعایت بکنه معنا نداره حاتم بخشی بکنه. کسی اگر بخواهد نظام اسلام رو به عنوان یک امانت الهی به او نظر داشته باشه معنا نداره خیانت به این امانت الهی داشته باشه. حاتم بخشی خیانته. استبداد به رأی و استقلال به رأی بدون در نظر گرفتن مصالح حکومت اسلام، این خیانته. لذا می فرماید عنوان محابات و عنوان اثره، این دوتا عنوان از فروع جور و خیانت، بلکه مجموعه است از فروع جور و خیانت. یعنی یک جور بسیار روشنیه، یک خیانت بسیار محکم و ظاهریه. لذا هیچ مناسبت نداره که نسب روی این دوتا عنوان تحقق پیدا بکنه. ولا تولهم، مسئول قرار مده این عمال را به صورت محابات و بخشش و به صورت اثره، یعنی استبداد و استقلال به رأی. فإنهما، در بعضی از نسخ نهج البلاغه فإنهم داره. اگر فإنهما باشه باز مقصود همین محابات و اثره است، زیرا چیز دیگری نیست که این ضمیر هم به او رجوع بکند. اما اگر نسخه همین فإنهما باشه کاملا روشن‌تره. برای اینکه این محابات و اثره جماع، یعنی یک مجموعه است
از شعب و فرو و آثار جور و خیانت. یعنی اینطور نیست که تنها یک بودش جور باشه، یک بودش خیانت باشه، یک جهتش جور و خیانت باشه، بلکه به تمام معنا عنوان جور و خیانت با این تصدی و با این انتخاب تحقق پیدا می کند. حالا چند تا دعا عرض بکنیم. امیدوارم خداوند بزرگ به برکت روز مبعث که روز گذشته بود، همون طوری که به بعثت رسول خداوند به پیروزی کامل انجامید، این انقلاب ما هم به پیروزی کامل نائل بیاید. امیدوارم خداوند سایه بزرگ امام بزرگوار را بر سر ما مستدام بفرماید. امیدوارم خداوند رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل را با موفقیت کامل روبرو بسازد. امیدوارم خداوند شهداء آنها را با سالار شهیدان محشور بفرماید. امیدوارم خداوند هرچه بیشتر در فرج نورانی حضرت بقیت الله امام زمان روحی له الفدا تعجیل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.